بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم گوارش، انشالله به امید خدا این جلسه کامل ATP رو میشناسین که اصلا ATP چی هست، چجوری تولید میشه. یکی از کارهایی هم که این جلسه میکنیم انشالله غشا رو براتون کامل با شکلش توضیح میدم، یه سری نکات خیلی کلیدی بهتون میگم، حتما این نکات هم برای خودتون یادداشت کنید. خط به خط تو ما از این جلسه و انشالله به جلسه‌های بعدی خط به خط کتاب میایم، نکات کتاب میگم. برای همین حتما کنار کتابتون یه برگه هم داشته باشین، این نکات رو هم تو کتاب و حالا یه سری نکات هم که تستی بود و تو برگه یادداشت بکنین. انشالله مونده خدا پر انرژی باشید که این جلسه آروم آروم مباحث پزشکیمون دیگه شروع میشه. از مولکول های زیستی که جلسه قبلی براتون کامل توضیح دادم، گفتم 4 تا مولکول زیستی مهم ما داشتیم. پروتئین توضیح تو کاملش رو بهتون دادم، کربوهیدرات ها توضیحش گرفتین، لیپید ها، فقط نوکلئیک اسید هامون. در تو نوکلئیک اسید ها حیفم یه چند تا نکته کوچک نگم و رد چیم، چون حالا انشالله خیلی تخصصی ترش تو مباحث ژنتیک کامل میخوریم. بله خب حیفم نوکلئیک اسید ندونیم. بچه نوکلئیک اسید هم یه پلیمره. ای آقا پلیمره، پس مونومرهای سازنده داره. بله، به مونومرهای سازندهش بهش میگیم نوکلئوتید. بنویسم براتون چه سری بچه ها بخوان داشته باشن. نوکلئوتید، این مونومرهای سازنده نوکلئیک اسید هست. نوکلئیک اسید ها بچه 2 دستن که ما باشون خیلی سر و کار داریم، RNA و DNA. DNA در هسته هست برای سلولهای یوکاریوتی، برای سلول پروکاریوتی در سیتوپلاسم میشه. اینم خوبه باز بدونید بچه، DNA از 2 رشته پولینوکلوتیدی، الان دیگه میفهمی پولینوکلوتیدی یعنی زنجیره ای از نوکلوتید، از 2 رشته است ساخته شده. ولی RNA از 1 رشته، یعنی تک رشته. یک تفاوتاشون اینه، تو ساختارشون هم یه تفاوتای ریزی با هم دارن که انشالله اینها بمونه کاملترش برای سالهای جلوترتون که ژنتیک آشنا میشید. فقط میخواستم اینم یه توضیحاتی ازش داشته باشیم و رد نشیم. اما بچه بحث یکی از مباحث مهمی که باز هم ما جلوتر باش سر و کار داریم، یه واژه شما هی میشنوید به نام ATP، بسته‌بندی انرژی، خیلی میشنوینش. اینو اول یادش بگین اصلا چی هست، چجوری تولید میشه تو سلول، چون اینا رو اول کتاب نیومده بگه. اینو یاد بگیر کجا تولید میشه، چی هست، به چه درد ما میخوره، کامل توضیحش بدم. اولا واکنشی که بچه ها در اون ساخته میشه ATP بهش میگیم تنفس سلولی یا تنفس یاخته‌ای. تنفس یاخته‌ای بچه‌ها در اندامک میتوکندری، جلسه قبلی شکل اول کتابی که بهتون نشون دادم میتوکندری یا راکیزه رو دیدید، تنفس یاخته‌ای یا تنفس سلولی انجام میشه که برای ما ATP می‌سازن. بهتون گفتم بچه‌ها غذای اصلی سلول گلوکوزه، ولی گلوکوز به چه درد ما می‌خوره؟ ما انرژی می‌خوایم، انرژی ما ATPه، ما از گلوکوز ATP می‌سازیم. این که از گلوکوز جناب علی ATP بسازی بهش میگن واکنش تنفس یاخته‌ای. 2 نکته خیلی جالب ترش، برای چی ما نفس میکشیم؟ سوالی که الان چرا آقا ما اینقدر نفس میکشیم، اکسیژن نیاز داریم، برای همین تنفس یاخته ای. یعنی چی؟ ما گلوکوز رو میخوایم به ATP تبدیل کنیم، O2 میخوایم، اکسیژن میخوایم. و چرا تو بازدممون CO2 پس میدیم؟ چون وقتی این دوتا به هم واکنش میدن CO2 هم تولید میشه. واکنشش هم خیلی مهمه، یاد بگیرید واکنش. بچه به این میگن واکنش هوازی، علتش چیه توضیح میدم. چه واکنشیه؟ میخوایم ATP تولید کنیم، چجوری؟ 3-6-H12O6. این چی آقا؟ یه گلوکوزه. این اومد تو سلول، گلوکوز رفت تو اندامک میتوکندری، تنفس یاخته‌ای میخواد انجام شه. یه دونه گلوکوز بچه با 6 تا مولکول اکسیژن واکنش میده. البته اینجا بچه یه چیزی حالا مینویسم توضیحش کامل میدم، ADP به علاوه یه فسفات، که این بدونید 38 تا ADP داریم و 38 تا فسفات. خب اینا واکنش میدن، محصولی که برای ما تولید میشه چیه؟ 38 تا ATP، 38 تا ATP که ما میخواییم برای انرژی ماست، به علاوه 6 تا CO2 که این باید خارج بشه، برای همین تو بازدم خارجش میکنیم، به علاوه 6 تا مولکول آب، به میگن واکنش تنفس یاخته‌ای. فهمیدی چی شد؟ یعنی یه مولکول گلوکوز اومد تو سلول، رفت تو اندامک میتوکندری، با 6 تا مولکول اکسیژن
یه واکنش تنفسی یافته ای داد. 38 تا ADP با فسفات تبدیل شدن به 38 تا ATP و 6 تا CO2 و 6 تا آب هم تشکیل شد. بچه یه نکته، حالا اینجا یه نکته داخل پاکت بهتون بگم. علت این که بچه ما تو بازدم CO2 رو میندازیم بیرون، علتش میدونین چیه؟ که خطرناکه بمونه تو سلول، به خاطر اینکه اینجا آبم آزاد شد. میبینی 6 تا مولکول آبو، آب با CO2 اگر واکنش بده یک اسید تولید میشه، کربونیک اسید، و اگر اسید تولید بشه پهاش خون میاد پایین، به سمت اسیدی میره، برای همین خطرناک میشه و ممکنه فرد وقتی پهاش خون خیلی دیگه اسیدی بشه میتونه به اغما بره. برای همین ما اکسیژن نیاز داریم و در مجموعتون گفتم برای همین ما اصلا گلوکوز رو این همه ما گوارش رو میخواییم روزش رو بخونیم که آقا میاد و فلان و جذب و اینا به گلوکوز برسی. خب گلوکوز رو میخواییم چه کنیم؟ گلوکوز میره تو سلول که با اکسیژن در میتوکندری ما به این واکنش تنفسی یافته و به ATP برسیم. حالا ATP چی آقا؟ راستی نکته بچه اینم بهتون میگم، این واکنش واکنش هوازی بود. آقا هوازی یعنی چی؟ اکسیژن بود. ای آقا من میشه زمانی اکسیژن نباشه ما ATP تولید کنیم؟ بله، بهش میگیم واکنش غیر هوازی. البته در غیر هوازی بچه تعداد ATP مون خیلی کم و محدوده، نمیتونیم اینجوری 38 تا تولید کنیم، خیلی کمه، در حد چند تاست. مثلا زمانی که داری فوتبال بازی می‌کنی که خیلی بودو بودو ما انرژی می‌خوایم، بعد گلوکوز رو بدیم بشکنیم فلان کنیم ATP تولید کنیم، اکسیژن زیادی هم نداری، تنفس تونتون داره میزنه، اکسیژن خیلی کم، نمیشه هوازی و تعداد محدودی ATP تولید میشه. ولی واکنشی که هوازی باشه ما 38 تا ATP راحت به دست میاریم، که البته توضیح غیر هوازی و اینها بمونه انشالله برای سالهای آینده‌تون. اما نکته بعدی، ATP چی آقا؟ اینقدر من میشنوم این بسته‌بندی انرژی از چی تشکیل شده، اصلا به چه معنی ATP؟ ATP بچه مخفف سه تا کلمه است. A به معنای آدنوزین، T به معنای تری، دیگه همه بچه‌ها میدونن تری یعنی چی، تری یعنی سه تا، P هم یعنی فسفات. آدنوزین، تری، فسفات، این دیگهش که دیگه خیلی مشخص و تابلوه. این یعنی چی؟ یعنی سه تا فسفات داره، قبوله؟ اما آدنوزین چی آقا؟ من آدنوزین نشنیدم، داستان آدنوزین چیه؟ آدنوزین بچه از دو تا، ما دو تا چیز اومدیم ممزوج کردیم شده آدنوزین. چیا؟ آدنین و ریبوز. آها الان میفهمی ریبوز چیه؟ ریبوز چیه؟ قند پنج کربونی که ما در مونوساکاریت ها دیدیمش، پنتوز ها بودن، گفتم ریبوز و دیوکسیریبوز، این ریبوزه، اینو میشناسم. آدنین چیه؟ نکته تستی. آدنین بچه ها یک بازه عالیه، مهم، نیتروژن داره، که این نکتش هم باز نیازتونه بچه ها. بازها عالی نیتروژن دار دو مدلن، تک حلقه ای هست بهش میگیم پیریمیدینی و دو حلقه ای هست که بهش میگیم پورینی. دو حلقه ایه، به این میگیم آدنین یک باز عالی نیتروژن داره، پورینیه، دو حلقه ایه، و یه دونه قند پنج کربنی ریبوز، اینا با هم ممزوج شدن شده آدنوزین تری فسفات. نکته بعدی بچه ها، ما سه تا فسفات داریم. آره آقا سه تا فسفات، سه تا فسفات داریم، چند تا پیوند داریم؟ دو تا. اصلا کلا بچه تو این سنتزا یادتون باشه یه پلیمری داری 100 تا مونومر داره، چند تا پیوند داره؟ 99 تا. آقا واسه چی این سوال مثلا مهمه برای بحث هیدرولیز؟ یادت بهت گفتم وقتی میخوای سنتز ایجاد کنی یه مولکول آب، سنتز آبدهی، آب آزاد میشه، ولی وقتی میخوای هیدرولیز کنی بشکنی به ازای هر پیوند یه دونه آب باید مصرف کنی. برای همین بهت میگه آقا یه پلیمری داریم که 80 تا مونومر داره، چند تا مولکول آب نیازه که ما این 80 تا رو بشکنیم؟ 79 تا، یه دونه کمتر. حالا سه تا فسفات داریم، دو تا پیوند داریم. نکته مهمش اصلا اینه بچه، ما به این میگیم بسته‌بندی انرژی به ATP. انرژی کجاست؟ انرژی در پیوندهای این فسفات ذخیره شده، یعنی در بین این پیوندهاست. حالا سلول انرژی میخواد، میخواد انرژی استفاده بکنه، این پیوند رو میشکونه، قبول داری؟ این پیوند میشکنه، یه فسفات آزاد شد، شد دو فسفاته، قبول داری یه دونه فسفات آزاد شد؟ بیا پاک کردم ها، دو تا فسفاتش مون، شد A
ADP. فهمید ADP داستانشی بود اینه. ADP یعنی دو فسفات است. حالا این ADP ها رو ما میندازیم دور آقا، نه نگرش میداریم در واکنش تنفس یاخته بعدی از این فسفاتی که آزاد شد، این ADP دوباره اینا رو بعدن گلوکوز دم دستمون بود، اکسیژن بود، اینا رو میایم دوباره باش واکنش میدیم، ازش دوباره ATP میسازیم، دوباره انرژی خواستیم میشکونیم. آقا ADP یعنی خودش انرژی نداره، چرا؟ یه دونه پیوند داره ولی انرژیش خیلی کمه، در حد نیست که دیگه سلول دیگه میره ADP رو دوباره تبدیلش میکنه به ATP. اون چیزی که اصلا انرژی نداره اونی که دیگه این یه دونه هم نباشه، یعنی AMP مونوفسفات. ولی ما ADP هم دیگه برای سلول آنچنان انرژی نداره، برای همین دوباره میره در تنفس یاخته‌ای که از انرژیش استفاده کنه. خب صفحه 25 کتابتونه که بیارین، پایین صفحه شکل ATP رو داریم که حتما همین الان یه دقیقه صفحه 25 کتاب بیار، همین الان با هم شکل رو بررسی کنیم. خب آدنوزین تریفوسفات یا همون ATP، نگاه بکنید بچه ها، باز عالی نیتروژن دار رو میدونید دو حلقه، متوجه میشید دو حلقه است، برای همین تو گفتم پورینیه، این باز عالی آدنین هست که نیتروژن دارم هست، قند 5 کربنی ریبوز رو میبینین که اینجا هست، و سه گروه فسفات که میبینید که دو تا پیوند پر انرژی بینش داریم. یه نکته تستی بچه از توش دل شکل در بیاریم، اونی که بین فسفات ها و باز آدرینه کیه؟ ریبوز. نکته تستیش آقا کجا بود؟ بچه ها فسفات ها و باز آدرینه با هم پیوندی ندارن، واسطه قند ریبوزه، قند ریبوز هم به فسفات ها متصله هم به باز آدرینه، یعنی این ترتیب بندیش بچه مهمه که تو ذهنتون باشه. سلول انرژی میخواد، از انرژیش میخواد استفاده بکنه، تبدیلش میکنه به ATP، باز عالی نیتروژن داره اون سر جاشه، ریبوز اون سر جاشه، فقط میشه دو تا فسفات و یه دونه فسفات آزاد میشه، تبدیل میشه به ADP. یعنی این چرخه است، هی انرژی میخوایم ADPش میکنیم، بعدا میبریم در میتوکندری تنفس یاختیبی ATPش میکنیم. میبینی هی این واکنشه انجام میشه و ما کلا بهتون گفتم مثلا گلوکوز و اکسیژن وجودش برای ما نیازه برای رسیدن به ATP. خب بچه ها از اینجا دیگه میخوایم بریم سراغ کتاب، ما خط به خط کتاب با هم میخونیم، من نکاتش رو دونه بدونی بهتون میگم، نکات تستی زیاد داریم، مفهومی با هم جلو بریم، شما هم کتاب جلوت باشه که خط به خط با ما بیای. خب بریم رو مانیتور متن رو با هم بخونیم. خب همون صفحه اول بحث گوارش، شکل بالا رو من جلسه قبلی براتون توضیحاتش رو دادم. بریم در رابطه با بحث پایین، پایین همون شکل نکاتی که گفته، یاخته‌های بدن انسان به شکل بافت‌های مختلف سازمان یافتن. جلسه قبلی توضیحش رو بهتون دادم دیگه، گفتم آقا یاخته‌ها در کنار هم تشکیل بشن ایجاد بافت میکنن. 4 تا بافت اصلی هم در انسان گفتم وجود داره. چی بود؟ بافت پوششی، بافت پیوندی، بافت عصبی و بافت ماهیچه. دونه بدونش هم ان‌شاءالله جلوتر با هم بررسی میکنم. فضای بین این یاخته ها رو مایه بین یاخته ای پر کرده. منو باش. سلول ها بچه با هم نچسبیدن که یه فضای بالاخره بینشون هست. خب به این فضای میگه فضای بین سلولی و اون بین یاخته ای. یه مایه ای هم بچه بین این تو این فضای هست. بهش میگه مایه بین یاخته ای. آقا ترکیبش چجوری؟ ترکیبش مثل پلاسماس. پلاسمای خون هست. یعنی چی؟ آب هست، املاح هست، مواد غذایی هست، مواد دفعی هست، CO2 هست، O2 هست. اینا مثلا مواد دفعی مثل اینا که گفتم و روزه نگفتم و بنویس دونه دونه شو. مواد دفعی مثل اوره. نکته خوب بهتون بگم بچه ها، سلول ها با خون مگه در تماس نیست؟ یعنی چی آقا؟ مواد غذایی اکسیژن کی میاره میده به سلول؟ خون. قبول داری؟ این سلول، این هم مثلا شبکه مویرگی که برامون میاد، اینا با هم مستقیم در ارتباط نیستن، یه واسطه بینشونه. کی؟ مایه بنیاخته ای. یعنی چی؟ مثلا خون اودا رو میندازه تو مایه بنیاخته ای، اودا هم مایه بنیاخته ای میره تو سلول. سلول ماده دفعی داره، اوره میده به مایه بنیاخته ای، مایه بنیاخته ای میده میده به خون، خون تمیز میاد، غذا میده، اودا میده، فلان میده، آشغالای اینو، مواد دفعیشو، اورهشو، CO2شو فلان میگیره و کثیف برمیگرده. گرفتی چی شد؟ پس واسطه هم هست. محیط زندگی اصلا این یاخته ها هست. خب بریم جلوتر. این مایه محیط زندگی یاخته ها هست. بهتون گفتم یاخته ها مواد لازم مثل اکسیژن، مواد مغذی رو از این مایه دریافت میکنن و مواد دفعیشو مثل CO2، مثل اوره به اونها میدن تا به کمک خون از بدن دفع بشه. بحث دفع هم که ان شاءالله فصل 5 بحث فیزیولوژی کلیه کامل با هم داریم. ترکیب مواد در مایع بنیاخته شبیه خوناب یا
پلاسماست. اینجا بچه بهتون گفت شبیه پلاسماست، من ریزشو بهتون گفتم. پس بدونه آها مثلا پروتئین های محلول هم هست، پروتئین محلول در پلاسما داریم، در مایه به نیاخته ای هم داریم. پس چیا بود؟ یه بار دیگه آقا بگم، اکسیژن، CO2، مواد غذایی، مواد دفعی، پروتئین های محلول، آب، املاح، همه اینها در مایه به نیاخته ای هست. این نکتهش. خب مایه به نیاخته ای به طور دائم مواد مختلف با خون مبادله می کند. کلمه دائم بچه خیلی مهمه. یتی تو زیست بچه ما خیلی با قیدا کار داریم، قید همواره. یعنی آقا دائم یعنی چی؟ یعنی همواره، همیشه. نمیگه مثلا این تستی جمله دیدی که در اغلب موارد، در اغلب اوقات، غلطه. همواره، دائم داره تبادل میکنه. خب نکته بعدی از این، مجموعه مایه‌های بنیاخته بافت‌های بدن رو که با خون در تبادل دائم است محیط داخلی میگیم. اولا تعریفش برای امتحانتون خوبه، یعنی یه سوال امتحان تشریحی خوب میتونه براتون بشه که بهتون بگه که آقا محیط داخلی چیست. خب اما تستیش، تعریف، من تعریفش رو توضیح بدم بچه‌ها. مایه بنیاخته این بود، کل مایه بنیاخته همه جا رو، همه بافت رو بریز توی قابلمه، به این میگیم محیط داخلی. نکته تستیش که یه سری دانش آموزای خود بنده این اشتباه کرده بودن. آقا چی؟ بچه‌ها اگه چنین جمله‌ای بهتون میگه تو تستا، چون ممکنه که حواست نباشه تستو بزنی بری، بگه مجموعه مایه بین یاخته یک بافت بدن که با خون در تبادله، همه بافت‌ها حواست باشه، بافت پوششی، بافت عصبی، بافت پی، همون چهار تا بافت اصلی گفتم در انسان هست، همه بافت. مواد گوناگون برای ورود به یاخته یا خروج از آن باید از سد غشا یاخته عبور کنن. صحبت شروع میشه در رابطه با غشا. یه سری ویژگی‌های اصلی داریم در رابطه با غشا، شکل غشا رو براتون تحلیل می‌کنم و جنس غشا. غشا رو کامل یاد بگیرید، کار داریم باش. می‌دانید غشای یاخته نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی دارد. یعنی چی؟ خاصیت تراوایی نسبی یا نفوذپذیری انتخابی. منو گوش کن. ببین نگاه کن، یاخته، این غشای یاخته پرده نیست که هر کی بخواد بیاد تو، هر کی بخواد بره بیرون. تراوایی نسبی یا نفوذپذیری، اسمش روشه، نفوذپذیری انتخابی. انتخاب میکنه فلانی تو بیا، فلانی تو نیا. تو یک کلمه بهتون میگم بچه‌ها، غشا داره خاصیت تراوایی نسبی یا نفوذپذیری انتخابی، یعنی درک دارد. فهمید چی شد؟ درک دارد. یه سری چیزا رو میگه بیا تو، یه سری چیزا رو میگه نیا تو. پس پرده نیست که هر کی بخواد بیا. نقشش نقش الکی نیست که هر کی بخواد بیا تو، هر کی بخواد بره بیرون. این از این، یعنی فقط درخی از مولکول‌ها و یون‌ها میتوانن از آن عبور کنن. غشا یاخته، این خیلی مهمه، یکی که میخوام دارتون این صحبت کنم. غشا یاخته از مولکول‌های لیپید، پروتئین و کربوهیدرات تشکیل شده. نکته اول همین الان برای خودت بنویس، کربوهیدرات به صورت مستقل در غشا وجود نداره، اما لیپید و پروتئین چرا؟ خب اینا رو توضیح میخوام بدم، کامل حواست اینجا باشه. بخش لیپیدی، من غشا رو کامل توضیح بهتون میدم، فقط این تیکرم بخونیم. بخش لیپیدی غشا مولکولای به نام فسفولیپید و کلسترول دارد. چرا اینو گفت؟ آقا شما جلسه قبلی ما گفتی کلسترول در غشای جانوری هست، الان چرا گفت بخش لیپیدی غشا مولکولای به نام فسفولیپید و کلسترول؟ به خاطر اینکه پسر خوب، شکل بالا به تو داره میگه یاخته جانوری، برای خودت نگه بشینی بگی که خب یاخته گیاهی هم پد داره دیگه. نه، بخش لیپیدی فقط در سلول‌های جانوری، فسفولیپید و کلسترول، که اینم حالا باز توضیح بهتون میدم. اینم نکته تستی مهم بچه‌ها، این بخش لیپیدی، فسفولیپید و کلسترول در دو لایه قرار دارن. یه سری بخش‌ها هست فقط تک لایه‌ن، مثلا همون کربوهیدرات گفتم مستقل نیستن، حالا به یه شکل ممزوجی به کار میرن، در یک سطح از غشا هستن. کامل‌تر تستی‌تر بهتون میگم، فقط این تیکرم رد کنیم. قرار گرفته موادی که میتوان از غشا عبور کنن از فضای بین مولکول های لیپیدی میگذرن و یا مولکول ها پروتئینی به آنها کمک میکنن. سه مدل بچه سلول میتونن وارد غشا بشن، یا از فضای این لیپیدی عبور کنن، یا منافذی در روی اینا رو برای خود بنویس، یا از فضای بین لیپیدی، دو از منافذ، سه از طریق پروتئین ها. دونه دونش هم براتون توضیح میدم با فرآیندهای ویژه. حالا اولا شکل داشته باشیم، شکل غشا داشته باشیم، رو شکل من توضیح بدم. یک، غشا دولایه‌ایه، میبینین کامل دولایه‌ایه. جلسه قبلی بچه‌ها که جلسه قبلی ندیدن حتما برن ببینن بحث، چون لیپیدها رو توضیح دادم الان اونا نیاز دارن. بهتون گفتم فسفولیپید قسمت قرمز رنگش هست، این سرش
چی بود؟ الکل سه عاملی سه کربنی هم بود، اینا تستی بود، اسمش گلیسرول که فسفادم داشت. این دوتا چی هن؟ اسید چربن. تو شکلم میبینی خمیده است. آقا چرا اسید چربش خمیده است؟ گفتم باز نکتشو، چون بین کربن هاش پیوند چنگانه داره. تو شکلم نگاه بکنید بچه، بیشترین تعدادی که از مولکول ها در قشا هست فسفولیپیده. نکته اول نوشتی باز خودت، بیشترین جزء قشا فسفولیپیده. برای همین اصلا ما دیگه قشا رو واقعا چربی در نظر میگیریم. هر کسی با چربی مشکل داشته باشه، محلول در آب باشه، با قشا مشکل داره، نمیتونه از قشا بیاد. آقا اون چی کار میکنه؟ راه جلوتر از راه‌های انتقال، یکی از راه‌ها مخصوص اونه که بهتون میگم. حالا در تو قشا داریم صحبت میکنیم دیگه. یک، اصلی ترین و بیشترین جزء قشا فسفولیپیده. حالا بچه‌ها فسفولیپید این قسمت‌های سرش قرمز رنگا هست که قسمت الکلیش همون گلیسرول و فسفادش بود. اینا آب دوستن، آبو دوست دارن، با آب مشکل ندارن. اسید چربا چربن، با آب داستان دارن، مشکل دارن. اینا به طوری این دولای قرار گرفتن، نگاه میکنی این سراشون بیرون، پا پایین، یه جوری که از همین طرف و از یعنی از سطح خارج سلول و از سطح داخل سلول با آب در تماس هستن، قسمت آب دوست مشکلی نداره. اما وسط یه سدی درست کرده که این آب، چیزایی که محلول در آب نمیتونن بیان تو، نمیتونن برن بیرون. آقا یعنی مولکول آب نمیتونه از اینجا بره بیاد؟ چرا؟ مولکول آب چون اینقدر خودش ریزه، خودش هم بین این فضای لیپیدی سه جور میتونستن بیان دیگه. از فضای بین لیپیدی میتونه بیاد، از پروتئین میتونه بیاد، از این منافذ، منفذه رو میبینی اینجا، این منفذه است، از منافذ میتونه بیاد، چون مولکول آب خیلی ریزه. ولی اونایی که محلول در آبن مثل اغلب آمین اسیدها مشکل دارن با چربی بودنه. خدمت شما عرض شود قشا. نکته بعدی، این زرد رنگا رو میبینی؟ کلسترول هست. قشا نکته مهمه، قشای جانوری فقط کلسترول داره. یعنی اگه به من این شکل رو داده بودن، گفتن آقا این شکل قشای کدامی که گزینه‌های زیر میتواند باشد، سه تاشو یه گیاه داده یه دونه جانور، من 100% جانورا رو میزدم. فقط میتونه قشای جانور باشه، در قشای گیاهی بچه ها نداریم کلسترول. نکته مهم، فسفولیپید، اینم نکته بازم مهمی که بهتون گفتم، فسفولیپید و قشا و کلسترول بچه ها در دو لایه هستن. میبینی هم تو لایه بالا ما کلسترول داریم، هم در لایه پایین، هم در لایه بالا فسفولیپید داریم، هم در لایه پایین. دیدی؟ جزء بعدی قشا بچه پروتئین هستن. پروتئین ها دو مدل تو شکل دیده میشن، برای خودت بنویس. یه پروتئین های هستن اینجوری، بهم میگیم پروتئین های سراسری که خیلی هم باش کار داریم. یه پروتئین ها داریم در یک لایه است، یا لایه خارجی لایه داخلی. میبینی بهم میگیم پروتئین های این دو تا پروتئین آقا با هم فرق دارن. آره جفتش فقط کتاب نمیشه پروتئین، ولی تو برای خودت اضافه کن پروتئین سراسری، پروتئین سطحی. نکته بعدی، آقای نوشته کربوهیدرات، ولی بچه بهتون گفتم کربوهیدراتی به صورت مستقل وجود نداره. ما دو مدل داریم، برای خود یادداشت کن، گلیکوپروتئین و گلیکولیپید. یعنی چی؟ بچه گلیکوژن یادتونه یکی از پلیساکاریت ها بودن، کربوهیدراته، یادته؟ گلیکوژن با پروتئین میان با هم ممزوج میشن، یه ماده تشکیل میدن به نام گلیکوپروتئین. اما وقتی با لیپید میاد منزوج میشه، میشه گلیکولیپید. و نکته فوق العاده مهم باز تستی بچه، چه گلیکوپروتئین و چه گلیکولیپید فقط در سطح خارجی قشا میتونن باشن، در سطح داخلی ما اصلا نداریم. این هم نکته تستی بود برای شما. خب بچه در رابطه با قشا من اینو بهتون بگم، شما یه سری چیزا میشنوین که ما جلوتر هم داریم. فلانی از جنس قشاست، مثلا غلاف میلین از جنس قشاست، اندامک لیزوزوم از جنس قشاست، اندامک دستگاه گلجی بود از جنس قشاست. آقا تا میگن از جنس قشاست، خب من چی بگم؟ بگم مثلا جنس چیه؟ بگم دونه دونه فلان کنم؟ این دوتا واژه فوق العاده مهمه. تا میگن فلانی از جنس قشاست، کل قشا در دو کلمه برای خودت سریع باید بیاری، پروتئین فسفولیپید. فلانی از جنس قشاست، پروتئین فسفولیپید. حالا اگر سلول جانوری بود کلسترول هم داریم، اگر سلول گیاهی بود کلسترول نداریم. و بچه این یکم در رابطه با این پروتئین ها هم صحبت بکنم، پروتئین های سراسری. یه سری این پروتئین ها برای ما کانالن، یعنی قشنگ ما میتونیم از این
پروتئین ها عبور و مرور کنیم که اصلا یکی از روش های انتقالمون حالا انشالله در جلسه آینده میبینید از طریق همین پروتئین ها است. بچه این پروتئین یه سری ویژگی ها دارن، مثلا این پروتئین ها تخصصی ان، با یه ماده کار میکنن که این بره بیاد. البته بهتون گفتم مولکول آب به خاطر کوچیکیش از هر پروتئین کانال پروتئینی رد میشه. دو، همیشه یه سریشون همیشه بازن، یه سریشون گیت دارن اصطلاحا، یعنی فقط موقع ورود و خروج بسته میشن و باز میشن که انشالله تو فصل مغز و اعصاب سال 11 ها مثلا گیت داره بعضیشون کانال های دریچه داره سدیمی و کانال های دریچه داره پتاسیمی میبینید. یه سریشون بهشون میگیم ناقل، یعنی فقط برای عبور و مرور یون ها به کار میرن و واقعا این پروتئین ها خیلی کمک کننده ما هستن، به خاطر اینکه گفتم جنس قشا به خاطر اینکه چربی هست، مولکول هایی که و چیزهایی که محلول در آب با قشا مشکل داره، اینها کمک کنندن برای ما که اینا بتونن بیان داخل سلول و از سلول خارج شن. خودتو مسخره کنم یه توپق ریز دادم، میتونه بیاد داخل سلول یا خارج بشه از سلول.